چگونه یک آماری درست میکنن که ما میفهمیم که این انتخاباتی که این همه بهش مفتخر هستن چگونه بوده. نگاه میکنیم. بررسی دروغ پردازی رژیم در مورد رأی 70% در انتخابات 96. رژیم جمهوری اسلامی مدعی شد که در انتخابات 96 بیش از 70% مردم ایران به پای صندوق‌های رأی رفته و در این انتخابات شرکت کردند. اما در این مقایسه آماری بسیار ساده می‌خواهیم به شما نشان دهیم که این صحبت دروغی بیش نیست و نهایت مشارکت مردم بین 40-45% می باشد. برای نمونه اولیه تهران را در نظر می گیریم. رژیم در قبل از انتخابات طبق آماری که اعلام کرد تعداد حوزه های رأی‌گیری تهران دقیقاً 6300 حوزه بوده است که بیش از نیمی از این حوزه ها در جنوب شهر تهران واقع شده که با موج گسترده تحریم روبرو شد. همچنین طبق عکس ها و فیلم هایی که از داخل کشور می دیدیم میزان مشارکت در صبح هم در شمال و هم در جنوب تهران بسیار اندک بوده و در نتیجه مشارکت برای رأی گیری بیشتر معطوف به بعد از ظهر شده است. حال از طریق ریاضی به بررسی این امر می پردازیم. طبق اطلاعاتی که جمهوری اسلامی از میزان مشارکت تهران عنوان کرده است، ما با عدد 5,932,255 رأی روبرو می شویم و اگر این عدد را تقسیم بر تعداد حوزه ها که 6,300 حوزه است کنیم، با عدد 942 نفر برای هر حوزه روبرو خواهیم شد. به خاطر داشته باشید که فقط انتخابات ریاست جمهوری نبوده و با همراه شدن انتخابات شوراها و لیست بلند بالای شهر تهران هر نفر برای نوشتن این لیست حداقل به 10 دقیقه زمان احتیاج داشته است. حال عدد 942 را در عدد 10 دقیقه ضرب می کنیم و به عدد 9420 دقیقه می رسیم و از تقسیم این عدد بر 60 به عدد 157 ساعت خواهیم رسید. یعنی در خوشبینانه ترین حالت 157 ساعت لازم است که این میزان جمعیت بتوانند در یک حوزه رای دهند. ما به رژیم اسلامی ارفاق می دهیم و مدت شرکت هر نفر را 5 دقیقه در نظر می گیریم و به عدد 78 ساعت یعنی نزدیک 3 روز خواهیم رسید. یعنی حتی اگر تمام آن تحریم در جنوب شهر، شلوغی حوزه در شمال شهر، تأخیر عمدی توسط رژیم برای شلوغ‌تر نشان دادن بعضی از حوزه ها را هم در نظر بگیریم، نزدیک 3 روز لازم است تا این عدد 5 میلیونی بتوانند رأی خود را به صندوق بیاندازند. اما چه زمان رژیم میزان مشارکت را بالا اعلام می کند؟ معمولاً در ساعت‌های آخر مانده به شمارش آرا بر حسب توافق با نامزدهای انتخابات و برای حفظ آبروی جمهوری اسلامی همیشه به میزان 20-30% به آراها افزوده و همانطور که در عکس زیر می‌بینید میزان مشارکت واقعی در این عکس آشکار است که رقمی نزدیک 40-45% جامعه می‌باشد.